از کمبود دارو تا کمیابی گوشت، گذر از میدان مین برای تامین مایحتاج عمومی. جنگ اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان، یک کهنه سرباز تاجیک از مبارزه با مجاهدین افغان میگوید. و آرزوهای قهرمان افغانستانی برای جوانان کشورش، زنها باید برای سلامت و افتخار آفرینی حق ورزش داشته باشند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. به گفته مقام‌های آمریکایی، غذا و دارو بخشی از تحریم‌ها نیست، اما گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد که داروهایی کمیاب، نایاب یا بسیار گران شده و بعضی مواد خوراکی هم. رئیس جمهوری ایران گفته امروز جنگ اقتصادی در جریان است. او گفته جنگ اقتصادی حتی از جنگ معمولی هم بدتر است، چرا که نقل به مضمون نمودهایش مستقیم دیده نمی شود. او گفته دولت با وجود تحریم نفت، بانک، کشتیرانی و بیمه زندگی مردم را اداره کرده، نظری که منتقدان زیادی دارد. دولت ایران همواره امیدوار بوده بتواند با استفاده از سازوکارهایی خرید از کشورهای اروپایی و آسیایی را ادامه دهد، گرچه آیت الله خامنه ای همواره درباره اروپایی ها هشدار داده که به گفته او اهل خودند. شبنم شعبانی در گزارشش نگاهی کرده به کمبود گوشت در ایران. میده مرزی آنکو اونجا خور ردشون زدم، رد گوستنده زدم که فضولیاتشون ریخته شده، از اینجا اومدم اینجا گرفتم شد. رد پای قاچاق دام در یکی از نقاط مرزی غرب ایران، تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده، آنچه این روزها علت اصلی کمبود گوشت خوانده می شود. طرح مسئله کمبود گوشت و گرانی آن البته مدتی است که از بطن جامعه به سطوح دیگر رفته، از تلویزیون دولتی تا نشست‌های هیئت دولت و صحن مجلس. مشخصا معلومه که تو قسمت عرضه گوشت، عرضه داخلی دچار مشکل شدیم. در چند ماه گذشته تقریبا همه کالاها افزایش قیمت داشته. قیمت گوشت اما با جهشی قابل توجه روبرو بوده. علاوه بر اینکه دیگر دسترسی به آن هم به آسانی گذشته نیست. گرانی و کمبود گوشت بر روی سبک زندگی مردم و کسب و کارها در ایران اثر گذاشته. رئیس اتحادیه رستورانداران تهران به تازگی گفته که این مسئله دست کم یک چهارم رستوران‌های تهران را یا به تعطیلی کشانده یا در آستانه بسته شدن قرار داده. دولت تلاش کرده با واردات گوشت و توزیع آن مشکل را مهار کند، اما ناکافی بودن گوشت توزیع موجب تشکیل صف‌های طویل و سرخوردگی شهروندان شده. ساعت 2:30 شب هستش، می‌بینیم که تعدادی از مردم عزیزمون اومدن سر صفحه، در واقع گوشت فروشگاه زنجیره جامبو. هر شب همین برنامه هستش، اینا ساعت 2 میان اینجا نوبت میگیرن، بعد به خاطر سرما آتیش روشن میکنن تا ساعت 8:30 گوشت میاد برای چند نفر اولی میرسه و تموم. فردا شب دوباره همین برنامه هست. جهش اخیر قیمت گوشت موجب گمانه‌زنی‌های گوناگون برای یافتن علت آن شده. از خودداری دامداران از فروش دامی که پیشتر از بیم خشکسالی قصد عرضه سریع آن را داشتند و حالا بارندگی‌های اخیر نظرشان را برگردانده، تا خودداری اشایر از فروش گوشت که تأمین کننده یک چهارم گوشت قرمز کشورند، اتهامی که هر دو صنف رد کردند. بعضی کارشناسان و مقامات احتمال می‌دهند که یکی از دلایل اصلی گران شدن گوشت قاچاق دام مولد باشد. در شرایط موجود به دلیل تفاوت فاحش قیمت دام و گوشت در داخل کشور ما با کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از این دام داره قاچاق میشه. آره. به ویژه قاچاق گاو موسوم به سمینتال که در سالهای اخیر ایران هزینه زیادی برای واردات و تولید آزمایشگاهی اسپرمان کرده. بی بی سی قادر به راستی آزمایی این ادعا نیست، اما به نظر می آید که اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال برابر ارزهای خارجی می تواند انگیزه قاچاق دام های مرغوب به ویژه از مرزهای غربی کشور باشد. لس خوب سیمینتال و سوئیسی که ما چقدر الان داریم هزینه میکنیم که اسپرم نژاد سیمینتال رو وارد ایران کنیم، متاسفانه همین دامای ناب داره از کشور خارج میشه. دو
دولت قول داده از طریق واردات طی چند هفته آینده مشکل کمبود گوشت را در بازار مهار کند. قیمت بالای آن حتی پیش از موج اخیر، اما تا همین الان آن را از سر سفره بسیاری از ایرانیان تا حدود زیادی حذف کرده. مردم توانای خریدن ندارن. الان اینجا مثلا رو 10 تا گوشت می‌فروختن، الان روز یه دونه گوشت می‌فروشن. عده‌ای به جایگزینی گوشت در غذا روی آوردند و بعضی هم به شوخی می‌گویند شاید گیاه‌خوار باید شد. اما تهیه 5 وعده میوه و سبزی برای هر شهروند هم احتمالاً از توانایی خیلی از مردم خارج است. ما داریم درباره مایحتاج روزانه مردم صحبت می‌کنیم. درباره نون سفره مردم داریم حرف می‌زنیم. ببینید، اینها توقع نیست، اینها نیازه. یعنی ممکنه که بگیم که یه نفر سفر نره اتفاقی براش نمیفته، اما نمیتونیم بگیم یه نفر غذا نخوره چه اتفاقی براش میفته. بهای گوشت، میوه، اقلام بهداشتی، دارو و کالاهای اساسی شاید تنها زمانی پایین بیاید که قطار اقتصاد کشور هم تعمیر شود و هم از تونل تحریم ها بیرون بیاید. شبنم شعبانی، بی بی سی. طرح تحول سلامت همه چیز داشت، اما تفکر و منطق اقتصادی نداشت. این حرف ها را حدود یک ماه پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در زمان سرپرستیش بر این وزارتخانه مطرح کرد. سازمان بیمه سلامت ایران زیر نظر وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همکنون مسئولیت تأمین پوشش بیمه همگانی درمان را به عهده دارد. اما آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش میگوید، تا رسیدن به زمانی که همه مردم ایران بیمه درمانی داشته باشند، راه درازی باقی مانده. مشکلی که بود و تصمیم رو جدی کرد برای عدم ادامه همکاری با اون این بود که استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی از وزارت بهداشت و درمان اواسط دیما، استعفایی که رسانه‌ها یکی از دلایلش را اعتراض به ناکافی بودن بودجه سازمان بیمه سلامت ایران دانستند. سازمانی که قرار است رویای بیمه پایه درمان همگانی را جامعه عمل بپوشاند. اما نه تنها این رویا هنوز محقق نشده، که این نهاد بیمه‌گر تا همین اواخر حدود 7500 میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار بود. اواخر دیماه اعلام شد بخشی از این بدهی پرداخت شده. مدیرعامل این سازمان چندی پیش از تعهدات بدون پشتوانه مالی در این باره انتقاد کرد. معنی نداره که ما از یه طرف میایم آریال پول میدیم، بگیم دو آریال خرج کن، دو برابر تعهد درست میکنیم، تعهد درست میکنیم، شش ماه میشود 20 ماه، بعد میان اصلا چاپ میکنیم، بدهکار میکنیم، ارائه دهنده خدمت راضی نیست، بیمه گذار راضی نیست، مردم گاهی اوقات علی‌رغم زیبایی های تعهد در بخش بیمه ای از ما رضایت ندارن. فکر اولیه فراهم کردن خدمات درمانی برای همه افراد جامعه عمری تقریباً به اندازه انقلاب ایران دارد. اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را حق همه دانسته و دولت را موظف به تأمین آن کرده است. اما بیش از 3 دهه پس از انقلاب بود که اولین قدم برای عملی کردن این اصل برداشته شد. آن هم با پیشبینی تشکیل سازمان بیمه سلامت و شکلگیری آن در مهر ماه 91. سازمانی که قرار است رویای درمان همگانی را به واقعیت بدل کند، در زیر مجموعه‌اش 6 صندوق دارد. صندوق روستاییان، صندوق ایرانیان که افراد بدون هیچ بیمه‌ای را پوشش می‌دهد، افرادی از جمله مددجویان سازمان بهزیستی و طلاب حوزه علمیه در صندوق سایر اقشار عضویت دارند. با توافق مقام‌های ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مهاجران و پناهندگان باید در صندوق به نام اتباع بیگانه پوشش داده شوند. صندوق دیگر مربوط به پوشش بیمه بیماران خاص مثل بیماران تالاسمی است و در نهایت صندوق کارکنان دولت. به گفته مدیرعامل این سازمان، بیمه سلامت همکنون حدود 40 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. صندوق بیمه روستاییان با بیش از 22 میلیون نفر بیشترین تعداد را دارد و صندوق سایر اقشار با حدود 1.5 میلیون کمترین را. از ماهای اولیه تشکیل این سازمان بر سر مدیریت آن اختلاف نظر وجود داشت. منابع مالی به عهده وزارت بهداشت. متشکریم. ببینید دوستان، از همه عزیزان استدعا دارم که رأی بدید. همه متخصصینی که دغدغه سلامت رو دارن بر این اعتقادن که سازمان بیمه سلامت در زیر وزارت بهداشت قرار بگیره.
بیمه سلامت ابتدا زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پایان رای گیری. تصفیب شد. مدیریت آن 4 سال بعد از تأسیس به وزارت بهداشت منتقل شد. نبود آمار دقیق از افراد بدون هر گونه بیمه درمانی از دیگر چالش ها بود. رقمی بین 10 تا 13 میلیون. چگونگی تأمین مالی مشکل دیگر بود. حق بیمه های دریافتی و منابع حاصل از حذف تدریجی یارانه ها از مهمترین منابع بودند. نه قانون هدفمندسازی یارانه ها آنطور که می باید پیش رفت، نه درآمد حاصل از پرداخت حق بیمه ها. آنطور که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفته، 34 میلیون نفر از مشترکان این سازمان هیچ حق بیمه‌ای نمی‌دهند و هزینه درمان آنها به دوش دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پارسال درباره عملکرد سازمان بیمه سلامت منتشر کرد، گفت این سازمان تا پایان سال 95 یعنی 2 سال پیش 4400 میلیارد تومان زیان انباشته داشته. به گفته این مرکز، مناطق محروم کمتر از بیمه درمانی این نهاد استفاده کردند و در نهایت هم اجرای طرح تحول سلامت و تشکیل این سازمان را شتاب زده خواند. هنوز هم خیلی از راه ها را باید بریم که نرفتیم. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم حدود 1 ماه پیش و در زمان سرپرستیش بر این وزارتخانه گفت طرح تحول سلامت همه چیز داشت اما تفکر و منطق اقتصادی نداشت. در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز گام‌های بزرگی در جهت حمایت از اقشار کم درآمد برداشته شده و با اجرای طرح بیمه همگانی امروز همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند. اگر نظام ارجاع نباشد 1 میلیون میدم. این در حالی است که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اخیراً گفت بین 6 تا 10 میلیون نفر در کشور بیمه درمان ندارند. معلوم نیست گام‌هایی که برای بیمه همگانی درمان برداشته شده کی به مقصد برسند. چند سال یا شاید حتی چند دهه بعد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. جمعه گذشته 30مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان بود. از سال 1979 تا سال 1989 از همه جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی 10,000 سرباز در اشغال افغانستان شرکت کردند. از تاجیکستان بیش از 15,000 سرباز به افغانستان اعزام شدند. خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه به دیدن یک کهنه سرباز تاجیک رفته که بیش از 1 سال دوش به دوش نیروهای امنیتی دولت وقت کابل علیه مجاهدین جنگیده است. بعد از ورود ارتش شوروی به افغانستان در اواخر سال 1979 چند ماه در ازبکستان و قزاقستان آموزش نظامی دید. بهار سال 1980 34 سال داشت که مجبور به ترک همسر و 4 فرزندش شد و برای ماموریت به کابل اعزام شد. در خود شوروی بود و بیرون از شوروی بود، فرق نداشت. ما رفته خدمت میکردیم، همه این برای حمایت وطن بود. از این رو ما مردم شوروی همیشه تربیه یافتگی بودیم که برای خدمت وطنی همون وقتی ما شوروی ما تیار بودیم. حسن حسینوف در شهری گردیزی ولایت پکتیا به نیروهای امنیتی افغانستان در راه اندازی عملیات های ویژه علیه مجاهدین کمک میکرد. این افسر سابق اطلاعاتی ارتش شوروی حالا هم اشغال افغانستان 30 سال پیش را تصمیم درست می داند. اگر که ما نمی درآمدیم، اونجا امریکایی ها باید می درآمدند. از روی فهمیش همون وقتا اگر امریکا می درآمدند برای سرحد شوروی بسیار از بین می افتید. اونجا ما زودها ساختیم، راه ها ساختیم، اونجا ما ارمی اونها را در تربیه کردیم. این کهنه سرباز تاجیک از شرکت در جنگ شوروی در افغانستان پشیمان نیست. میگوید این مدال و نشانها را برای کمک به مردم افغانستان دریافت کرده است، نه برای اشغال این کشور. حسن حسینوف بیرون آوردن نیروهای شوروی از افغانستان در 30 سال پیش را اشتباهی رهبران وقتی شوروی میداند. به نظر من برای دستگیری خلق افغانستان ما در آمدادیم باید تا آخر میستادیم. باید نمی بر آمدیم. و برای برآوردن ما هم یکان وزنی نبود، یکان شرط هم نبود که ما براییم. یکان وزنی هم نبود.
ما باید میستادیم تا آخر ما همون دولت رو یک دولت بزرگی کارگر دهقان میساختیم. حسن حسینوفی 73 ساله خرج روزگارش را از راه پرورش گوسفند و کاری چاپخانه شخصیش تامین میکند. ماهانه معادل 100 دلار حقوق بازنشستگی میگیرد که 12 دلار آن برای شرکتش در جنگ شوروی در افغانستان است. میگوید خاطره افسران و سربازان شوروی که در جنگ افغانستان کشته شده اند همیشه با اوست. در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی 360 نظامی زاده تاجیکستان جان خود را از دست داد. هر سال در روز سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان کهنه سربازان در پای این تندیس گل می‌گذارند و خاطره سربازان و افسران کشته شده را گرامی می‌دارند. الکساندر میروننکو سربازی روسی زاده دوشنبه سال 1980 زمانی که 20 سال داشت در جنگ ارتش شوروی علیه گروه های جهادی در افغانستان کشته شد. پس از مرگش از او با عنوان قهرمان اتحاد شوروی تقدیر شد و این تندیس در نزدیکی محل زیست او در دوشنبه ساخته شد. در تاجیکستان تعداد زیادی از کهنه سربازان هستند که برخلاف حسن حسینوف معتقدند ورود نیروهای شوروی به افغانستان اشتباهی رهبرانی وقت شوروی بود. به باور آنها آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان کم و بیش با سرنوشت شوروی سابق مواجهند و به دنبال خروج از کشوری که همچنان در ناآرامی به سر می برد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. و یک گزارش دیگر از یک عقب نشینی تاریخی. 30 سال پیش زمانی که سربازان اتحاد جماهیر شوروی پس از 9 سال جنگ در افغانستان از این کشور خارج می شدند، از خود یادگاری هایی به جا گذاشتند که هنوز هم مرگبار است. میلیون ها مین. مؤسسات بین المللی برای خنثی‌سازی این مین ها تلاش کردند، اما هنوز هم مناطقی است که انفجار مین های به جا مانده از زمان شوروی قربانی می گیرد. در 30 سالگی خروج ارتش سرخ شوروی، نسرین نوا خبرنگار ما نگاهی انداخته به فعالیت شماری از مؤسسات مین رومی. نابودی ماین هایی که بلای جان مردم بود. ارتش سرخ پس از بیرون شدن از افغانستان هدیه مرگباری به زمین کاشت. حالا که 30 سال از خروج شوروی از کشور می‌گذرد، صدای انفجار ماین هایی که کار گذاشتند از بعضی نقاط بلند می شود. بیش از 21 هزار افغان روی همین ماین ها جان دادند یا هم پایشان را جا گذاشتند. او کلچ دی مال پیه سر تیگه او خواهد لد جای دیر پای من به یک سنگ بزرگ زیر آن من جاسازی شده بود خورد. به یک بارگی انفجار کرد. با اینکه جلوه موج زیادش را همان سنگ گرفت، با آن هم وقتی خواستم حرکت کنم متوجه شدم که پایم شدیدن زخمی شده. مؤسسات بین المللی سال هاست که برای کم کردن خطر این آفت دست به کارند. برنامه اصلی آگاهی دهی در مورد این آفت پنهان. از دوران روسا یا زمان تجاوز روسا در افغانستان ماین‌های زیادی کاشته شده بود از طرف روسا، البته بسیار ماین‌ها بود، ولی دو ماین بسیار زیاد خطرناکی که زیاد عمر داره و زیاد وقت میمانه در زمین عبارت از ماین‌های ضد پرسنل پیمن و پیمندو است که زیاد ضرر رسانده به مردم افغانستان و فعلا هم موجود است. وسایت زود مینون دی در 3 دهه اخیر حدود 70% از خاک افغانستان از شر این ماین ها خلاص شده، اما در بخش هایی از کشور هنوز تهدید پابرجاست. به خاطر جنگایی که ما در طرف جنوب داریم، اوجا ماینایش مانده که تقریبا 59% ماینای از او پاک نشده. ماین روب ها جان بر کف به ساحات خطر پا می گذارند. آنها برای انجام این مأموریت دشوار تنها نیستند. هنوز میلیون ها ماین روسی در زیر خاک افغانستان دفن است. دشمن پنهانی که پس از 30 سال دست از سر افغان ها بر نداشته. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
ورزش‌های رزمی ترکیبی یا همان میکس مارشال آرت ترکیبی است از ورزش‌های رزمی مختلف. این ورزش در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان هنوز تازه است. با این حال یکی از 10 قهرمان برتر جهان در این رشته از افغانستان است. سیر بهادرزاده که در آمریکا زندگی می‌کند. مریم انصاری در سفری که او به آمستردام داشت با او به گفتگو نشسته. یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر آمستردام. سیر بهادرزاده سال‌ها در این باشگاه تمرین کرد و محبوب خیلی‌ها در اینجاست. او زمانی که 15 سال داشت همراه با خانواده‌اش از افغانستان به هلند مهاجرت کرد و با ورود به ورزش رزمی ترکیبی خیلی سریع مورد توجه قرار گرفت. از روز اول که من ورزش دیدم عاشق از ورزش شدم و شروع کردم به ورزش. ترنرهایم که استعداد آمدید من تشویق کردن که من باید مسابقه بدم. سیر اولین بار در سال 2007 در ژاپن قهرمان جهان شد. او تا به حال 32 مسابقه حرفه‌ای داشت و 24 بار بر حریفش پیروز شده. با این همه در مسابقه آخرش موفق نشد بر حریف غلبه کند. خب این ورزش هست. زحمت خودم رو میکشیم، ورزشکار هستیم. وقتی که انسان میبره، پیروز میشه، باید مغرور نشود. و وقتی که انسان مسابقه را واگذار میشه یا میبازه مسابقه را، باید قلبش نشکنه. سیر هلند و مردمش را دوست دارد، اما قلبش برای کشورش میتپد. میگوید برای جوانهای افغانستان آرزوهای زیادی دارد. اینکه به آینده امیدوار باشند، ورزش کنند و به فکر سلامتیشان باشند. بعد از اینکه من در سال 2007 قهرمان شدم که مسابقات مرا در تلویزیون افغانستان نشان دادن، این ورزش بسیار رشد کرد در افغانستان و فعلا هزارها نوجوان افغان به این ورزش شروع کردن و همه این ورزشکارا را که من میبینم قلبم قوت میگیره، من خوش میشم. چقدر ورزش زنها، دخترها در افغانستان برای تو مهمه؟ ورزش دخترها در افغانستان شخصا برای خودم بسیار مهم است، به خاطر که زنها باید این آزادی را داشته باشند که بتونن ورزش بکنن برای بهبود صحتشان و حتی در سطح ملی و بین المللی بتونن که برای وطن کمایی افتخارات کمایی کنن. خانمهای افغانستان این آزادی را همیشه نداشتن و حالا که من میبینم که احساس ورزش رشد میکنن، در هر ورزش بانوهای افغانی شرکت میکنن، بسیار به حد و به اندازه قابل قدر است. تعداد زنهایی که به این رشته ورزش رو میارن داره کم کم اضافه میشه. کلا به زنها در این صحنه چجوری نگاه میشه؟ چقدر پذیرفته شده هستن حضورشون در این رشته ورزشی؟ این ورزش مردان است بسیار، ولی خانم ها هم بسیار ترقی نشان دادن در 7 سال آخر یا 5 سال آخر در این ورزش. من که فکر میکنم شخصا هیچ تو کار نیست که مردا بتونه زنها نتونه و حضور زنها در سپورت هم نشان میده که پشت کاری که مردا داره زنها هم داره. باید زنها با خود اعتبار داشته باشن، خصوصا زنهای افغانستان. هر کار را که ما میکنیم اونا هم میتونن. سیر بهادرزاده رشته اقتصاد را در هلند تمام کرده و به 6 زبان حرف میزند. او معتقد است که هیچ چیز مثل ورزش انسانها را متحد نمی کند. امید من از زبانهای من و از افغانستانی است که متحد شوند. همشون زیر یک بیرق بتونن زندگی کنن. ملیت پرستی و نجات پرستی دیگه دامن زده نشود در افغانستان. این کلانترین امید است که ما دارم در این ورزش. ورزشکاران در این رشته در نبردی بسیار خشن به جنگ حریف می روند. از سیر می پرسم آیا ممکن است این خشونت در مواجهه با شرایط حساس زندگی آنها هم بروز کند؟ وقتی که این ورزشه که انسان می کنه باید متوجه همه چیزهای خود باشن. خاطر که مردم اگر ما بخوایم یا نخوایم ما را به حیث یک ورزشکار رزمی به انسانایی که میبینن که یک ذره هیجانی میشن زود کردن و شاید زود دست یخن شوه امرای مردم، ولی اصلا تو نیست و ما اصلا بر خود اجازه را ندادیم. از وقتی که ورزش میکنم که خارج از رنگ یا قفص هم با کسی دست یخن شده باشم خدا نخواستم. در مجموع کسی که بخواد دنبال این ورزش بره به نظر چه توانایی هایی باید داشته باشن؟ باید دیوانه باشه.
فایش میکنم، شوخی کردم. در این ورزش باید پشت کار داشته باشه، دیسپلین داشته باشه. این ورزش یک فوکس بسیار بلند کار داره که اگر یک ثانیه را صد تقسیم بکنیم و صد و میسه یک ثانیه هم انسان غفلت بکنه، در این ورزش است که نمی بخشه ناکت میشه انسان. از یار خواستم یکی از حرکت‌های اولیه این ورزش را به من یاد بدهد. مگر آدم چند بار در عمرش این شانس را دارد که در کنار یکی از برترین قهرمان‌های جهان بایستد؟ مریم انصاری، آمستردام. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.